در برابر ما خدای قدوس هست و خدای قدوس میخواد ما مقدس باشیم. بیا دعا کن دل تازه شه. شاید کمی هم تلخ میشی، بذار به حساب روح القدس که داره ملزمت میکنه. بیا دعا کن، احترام بذاری به کلیسای مسیح، احترام بذاری به رویای مسیح. و اگر این احترام رو ما داشته باشیم به خود خداوند، به خود مسیح، نه به کشیشمون، نه به همدیگه، بذار که کلام خداوند ما رو میخونه که به هم احترام بگذاریم. اگر ما این احترام رو به خانه خدا بذاریم، میتونی انتظار داشته باشی خداوند آنچه که از تو میخوام به موقعش من عطا کن، نکنه از موقعش بگذره. تو هم خدای نظمی، تو هم خدایی هستی، خدای برنامه هستی، برای من اندیشه خواهی کرد. امروز که شما اینجا هستید مشخصه که دلتون مال مسیح هست. عزیزانی که روی فیسبوک دارن ما رو میبینن، دل اونها با مسیح هست، چرا که وقتشون رو گذاشتن برای کلام خدا. پس از طرف خدا آرامش، امنیت و حتی رضامندی دل تو حق توست. خدا میخواد تو رو برکت بده، اما بیا دل تازه بشه، بیا با عشقی تازه، با قوتی تازه از این به بعد ادامه بده. نه برای ترس، نه برای آبرو، نه برای نیاز زمینی، بلکه فقط برای عشقت که مسیح هست اقدام کن. برای عشقت به مسیح کلام بخون، برای عشقت به مسیح دعا کن، برای عشقت به مسیح خداوند رو خدمت کن. و اون موقع هستش که در این عشق شاهد حیات ابدی خودت هستی، شاهد امید حقیقی خودت هستی، برکت از طرف خداوند هستی. هاللویا. عزیزانی که تو این کلیسا الان هستن اقامت نگرفتن، لطفا نمیخوام بیاین، بیاید لحظه اینجا لطفا. هر کسی که به دنبال اقامت هست، میخواد خداوند برکتش بده، لطفا بیاد اینجا لحظه، میخوام براش دعا کنم. عزیزان شما بیاد، پرویز جان بیاد، بیاد میخوام دعای برکت کنیم براتون. بیام، نگران نباشید. فریدون جان بیاد، دیگه صدا نکنم. اگر ایمان یعنی همین، مسیح وقتی که صدا میکرد میومدم. بدر امیر لطفا بیاد، شما برای عزیزان دعا کنیم. خادمی بیاد لحظه ای، لطفا بیستیم، دستامونو بگید به سمت این عزیزان. کسی دیگه هستش که اقامت این سرزمین رو میخواد؟ هاللویا، هاللویا، هیچ اشکال نداره. نظام جمهوری اسلامی کاری کرده همه ما آواره بشیم، منم پناهنده شدم، همه ما پناهندگی رو تجربه کردیم، چیزی نیستش که بگیم خجالت میکشیم. دستامون به سمت خادم خدا پرویز عزیزم و برادر عزیزم مرشد عزیزم بگیرید، فریدون عزیزم بگیرید و مطمئن باشیم میخوایم دعا کنیم. حتی لازم هست خدا قانون این کشور رو عوض کنه، هرچه زودتر تمام آنانی که تو این سرزمین و حتی ترکیه و سرزمین های دیگه که اعلام پناهندگی کردن، خدا مطابق فیضش اونها رو برکت بده. وقتی به یاد میاریم گذشته از این که شخص مخاطب ما رو بنا میکنه، خود ما نیز امیدی رو خواهیم داشت تا بتونیم در این امید بمونیم و ادامه بدیم. پس ملی به این داریم امروز وقت آنچنانی هم نداریم بتونیم چند گواهی بشنویم. بیا دعا کن دل تازه شه. شاید کمی هم تلخ میشی، بذار به حساب روح القدس که داره ملزمت میکنه. بیا دعا کن، احترام بذاری به کلیسای مسیح، احترام بذاری به رویای مسیح. و اگر این احترام رو ما داشته باشیم به خود خداوند، به خود مسیح، نه به کشیشمون، نه به همدیگه، بذار که کلام خداوند ما رو میخونه که به هم احترام بگذاریم. اگر ما این احترام رو به خانه خدا بذاریم، میتونی انتظار داشته باشی خداوند آنچه که از تو میخوام به موقعش من عطا کن، نکنه از موقعش بگذره. تو هم خدای نظمی، تو هم خدایی هستی، خدای برنامه هستی، برای من اندیشه خواهی کرد. امروز که شما اینجا هستید
مشخصی که دلتون مال مسیح هست. عزیزانی که روی فیسبوک دارن ما رو میبینن، دل اونها با مسیح هست، چرا که وقتشون رو گذاشتن برای کلام خدا. پس از طرف خدا آرامش، امنیت و حتی رضامندی دل تو حق توست. خدا میخواد تو رو برکت بده، اما بیا دل تازه بشه، بیا با عشقی تازه، با قوتی تازه از این به بعد ادامه بده، نه برای ترس، نه برای آبرو، نه برای نیاز زمینی، بلکه فقط برای عشقت که مسیح هست اقدام کن. برای عشقت به مسیح کلام بخون، برای عشقت به مسیح دعا کن، برای عشقت به مسیح خداوند رو خدمت کن، و اون موقع هستش که در این عشق شاهد حیات ابدی خودت هستی، شاهد امید حقیقی خودت هستی، برکت از طرف خداوند هستی. هالیلویا.